نه میکنه دست. از مزار ترینی از قندهار است. یک سرمیزی با... سمپوزیوم امروزی که سمپوزیوم ارتقای ظرفیت دکترای نسای ولادی افغانستان است، به حمایت مالی UHI که یک نهاد است که به خاطر صحت خانمای یکی از لنزهایش است که کار میکنه، به حمایت مالی UHI دایر شده که دکترها از زونهای مختلف از ولایات مختلف به خاطر یاد گرفتن مهارتهایی که او زیادتر ارتباط دارد در مرگ و بیر مادرها اشتراک کردن تا این مهارتها را یاد بگیرن و به دیگه هم مسلکای خود در ولایت خود در زون خود ببرن این مهارت و به دیگه هم مسلکای خود انتقال بدن تا یک کاهش در مرگ میر مادرها رونما شود افغانستان. به خاطر که آخرین آمار که از یونیسف گرفته شده نشان میده که افغانستان بلندترین آمار مرگ میر در آسیا داره. پس اینمی سمپوزیما هست که مهارت دکترها زیاد میشه توسط برنامه های مختلف ارتقای ظرفیت که اینا مهارت یاد میگیرن و در خدمت مریضای خود قرار میتن تا یک گوشه از مرگ میر مادر پایان آورده باشن. آمار مرگ میر مادر در افغانستان طی آخرین آمار که از دیپارتمنت صحت باروری وزارت صحت عامه ما داشتیم، از 661 درصد هزار ولادت زنده پایان آمده بود، یک دفعه به 638 فوت درصد هزار ولادت زنده. اما این آمار دوباره بلند رفته که یونیسف آسیا را و تمام جهان تکان داده و در این ترینینگ تمام ترینرها افغان هستند، دکترای نسای ولادی خود ما هستند، الحمدلله افتخارش داریم و هیچ خارجی بر ما ترینینگ نمیده. ما خود ما در بین خود آمار که داریم میخواییم که در پایین آوردن مرگ و میر مادر کمک بکنیم و یک چیز را یاد بگیریم از یکی دیگه تا باشه که کمک کرده باشیم پایان آوردن آمار مرگ و میر مادر. به شمول مرکز یا پایتخت یا کابل از مزار شریف تشریف آورده دکترها، از قندار، از هرات، قندهار و خوست. تمام واقعات نسای ولادی البته که توسط دکترای نسای ولادی گرفته میشه، کدام خارجی نامده که بر ما کدام عملیات بکنه، کدام خارجی تا فعلا و جرات هم نمیکنن که بیاین و ما را یک چیز یاد بده. اینمی دکترای نسای ولادی است که اینما قدر عملیات ها میکنه، اینمی دکترای نسای ولادی است که اینما قدر ولادت ها موفقانه انجام میدن. خود اینمی دکتر نسای ولادی است که با وجود مشکلات از این که زن است، مادر است، دکتر است، بازم کار میکنه و اینما قدر خدمات ارائه میکنن، چی در مرکز و چی در دورترین نقطه افغانستان. اینمی قابله هاست، اینمی نرس هاست که به مادرها، به زنها خدمات ارائه میکنن. منظور که تحولات البته که ما زیاد دکترای نسای ولادی خود آل با خود نداریم، اکثریتشان رفتن و مجبور شدن که افغانستان را اعلام بتن و خارج از کشور سفر بکنن. این مسلم است که ما دکترای با تجربه خود، بسیار دکتر خود امرای خود نداریم و یادشان بخیر باشه. اما دکترای نسای ولادی که ما فعلا در افغانستان داریم بسیار با تجربه هستند، بسیار خوب کار میکنن. البته که لود کار زیاد شده، اگر یک شفاخانه را 5 دکتر نسای ولادی بکنه خوب است یا 10 دکتر نسای ولادی، این حال لود کار وقتی که دکترها زیاد بود 10 نفر میکرد، حال لود کار دگام زیادتر شده و تعداد مریضا هم زیادتر زیادتر شده در شفاخانه دولتی مخصوصا، به خاطر که وضع اقتصاد مردم خراب شده به شفاخانه شخصی و قدر مراجعه کردن نمیتونن، مجبور هستن به شفاخانه دولتی اینا مراجعه بکنن. پس اینمی دکترهایی هستن که خدمات ارائه میکنن و با وجود که تعدادشان کم شده، اما با وجود که اونم قدر لود کار زیاد است، اما بازم اینا به کار خود ادامه میتن. آمار دارین که در این از وقتی که نظام تغییر کرد، متاسفانه باید بگویم که بانک جهانی و WHO هم کمک‌های خود برای یک مدت کوتاه متوقف ساخته بود که تای از او بسیار زیاد کلینیکا بسته شده بود و بسیار
کارمندا بیکار شده بود و کلینیکایی که در دوردست در ولسوالی ها و در قریجات کار میکرد، چون اونا توسط همی WHO و World Bank یا بانک جهانی اینا تمویل میشدن، اونا بر مدت بند شده بود. در هومانیکسیر هستم، متخصص نسایی ولادی. خوشبخت هستیم که امروز شاهد برگزاری پنجمین سمپوزیوم علمی دکتر صاحبان نسایی ولادی در شهر کابل هستیم. برگزاری همچون مجامع علمی خیلی مؤثر هست، بخصوص بخاطر ارتقای ظرفیت مسلکی دکتر صاحبان، بخصوص دکتر صاحبان جوان ما، و میتونه فرصت مساعدی باشه برای همگی تا از پیشرفت هایی که در عرصه طبابت نسایی ولادی شده، بخصوص پروسیجر های جدید عملیاتی و تداوی های اپدیتی که هست و سایر مسائلی که ارتباط میگیره به مسلک ما، همگی خبر بشن. و در ضمن زمینه مساعد میشه برای آن دکتر صاحبان جوان ما که اگر تا حالا نتوانستن بسیاری از مهارت های مسلکی را فرا بگیرن، در جریان این سمپوزیوم دو روزه این مهارت های مسلکی را تحت نظر اساتید مجرب اینا را فرا بگیرن و بعد از او بتانن به صورت درست و مؤثر از اینا در هنگام ارائه و عرضه خدمات صحی به مادران از اینا استفاده کنن. سلام علیکم، نام کاملا خوبی است. یک تن از اشتراک کنندگان برنامه که از طرف افسوک برگزار شده که سالانه ما در هر زون برگزار میکنیم، که ما 5 زون دسترس داریم که یکی زون شمال است، جنوب است و شرق، و فعلا هم از 5 ولایت ما دکتر صاحبایی هستند که اینجا اشتراک کردن و این برنامه بر 2 روز میباشه به خاطر بلند بردن سطح ارتقای ظرفیت دکتر صاحبا هستند که در اینجا برنامه ها به شکل عملی برگزار میشه که دکتر صاحبا میتونن که ترینینگ ها را بگیرن و پس دوباره با شفاخانه هایی که کار میکنن یا با ولایت هایی که میرن باید پس دوباره با دکتر صاحبای دیگه برسونن و ترینینگ بدن تا بتونیم که کمک کرده و خدمت کرده بدن. طبیعی است که محدودیت ها کم کم وضع شده، ولی فعلا اونقدر در شفاخانه ها مشکلات است، ولی میشه که ما خدمت خود انجام بدیم بر مریضا که در هر حالت به ما ضرورت دارن، ما نمیتونیم که جریلا بتیم یا ترک کنیم بریم، باید کمک کنیم به مردم خود. و برنامه های این برنامه بسیار تاثیرگذار می باشن، مثلا که یا میتونن که به شکل پرکتیک یک چیز بیاموزن، یا چیزایی هستن سیجنایی که برگزار شده مشکلات دکتر صاحبا، مثلا کل دکتر صاحبا ما نظریات گرفتیم که کدام بخش بسیار مشکل دارن، از او خود بازی بخشا رو بشن برگزار کنیم و ترینینگ به شکل پرکتیک است که عملی کار میکنن و پس دوباره میاموزن، پس دوباره میرن در شفاخانه یا در ساحاتی که یا دوباره کار میکنن میتونن که کمک کرده بتونن. بسم الله الرحمن الرحیم، ما دکتر پلوشا توخی یوسفزای یک تن از اشتراکنده های سمپوزیوم هستم که از سمت شمال، البته برمانگی زون شمال سمت مزار شریف، این سمپوزیوم جهت بلند بردن ارتقای ظرفیت دکتر صاحبا میباشه که این انجمن دکتر صاحبا نسای ولادی یا افسوک بنام افسوک یاد میشه، یا انجمن دکتر صاحبا نسای ولادی میباشه که برنامه بر رهبری رئیس صاحب نجم سما شفاجو پیش برده میشه، البته با تمام افغانستان ده امی بوشش خود داره که البته ما به نمایندگی از دیگه ولایت هم تشریف آوردن و ما به نمایندگی از دکتر صاحبا اینجا تشریف آوردیم و می خواهیم که از این چیزهای نوآوری که مریضا میشه، مثلا کارهای نو که میشه، یا مثلا می خواهیم که میثات ارتقای ظرفیت خود ما بلند ببریم، از اینجا باید مستفید شویم تا ما بتونیم دوباره در ولایت خودی هم چون مجالس دایر نمایی. این چقدر میتونه که موثریت داشته باشه برای دکتر صاحب؟ بسیار زیاد موثر است، بسیار زیاد موثر است. البته با دکتر صاحب تازه کار، چی تازه کار، چی دکتر صاحبایی که مثلا سابقه کار هستن، چون یک با این سطح ارتقای ظرفیت دکتر صاحب بلند میبره و اگر دکتر صاحبایی که یاد دارن اونا فرش میشن و دکتر صاحبایی که تازه اومدن اونا دوباره میتونن که از این کارها مستفید شون، همچنان عملی و نظری، و در ضمن اینا میتونن که همین کاهش سطح مرگ و میر مادرها را، یعنی در سطح افغانستان ما میخواهیم که پایین بیاریم.